به نام خداوند رحمان و رحیم و با عرض سلام خدمت بیننده گرامی و همه بیننده به برنامه ترجمه توضیح قرآن کریم خوش آمدید میگم. در برنامه قبل تا آیه 56 سوره بقره را ادامه دادیم که البته آیات قبلی همه از یادآوری نعمات خداوند بر بنی اسرائیل یا بر فرزندان یعقوب علیه السلام بوده و یه ادامه داره. در آیه 57ش قرآن کریم یاد میکنه که و ذللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى، به ادامه امون نعمات است که ما بر شما سایبان ساختم، ابر من است سایه بر شما می آمد و در او اگر مای سوزان شرقی میانه سایه بود بر شما، و انزلنا علیکم المن و سلوا، بر شما من و سلوا را نازل کردم. کلمه نازل استفاده شده، من نازل کردم. من البته چیزی است که بدون منت به دست بیاید، یعنی بدون از اینکه اولاد یعقوب علیه السلام زحمت بکشن، بنی اسرائیل زحمت بکشن، کار بکنن، صبح میخیزن یک چیزی بود که برشان میبارید یا هر بر شکلی که بود میگن یک مواد شیرینی بود که ازش استفاده میکردن، و ضمناً و سلوا یک پرنده که در اختیارشان میامد قرار میگیره، پرنده مثل کب. و سلوا یعنی اونا آزادانه میتونستن از او استفاده بکنن، مستفید چونه بود. در یک داستان است که در دوره 40 ساله که در سرگردانی بنی اسرائیل در صحرای سینا سپری کردن تا بتانن به سرزمین موعود برسن، 40 سال بسیار زیاد است. یعنی خود صحرای سینا را اگر قطرش آدم ببینه در حدود 250 تا 300 مایل زیاد نیست، ولی 40 سال اینا در موج سپری کردن. و این داستان ها و نعمات یک بار دیگه قرآن کریم یا خداوند سبحان یادآوری میکنه بر بنی اسرائیل که همچون نعمات ما برتان دادم تا شما شکر از این نعمات را به جا بیارین، تا شما با خدا باشین و از سرکشی و طغیان دست بکشین. کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورین از اون چیزای پاکیزه که ما بر شما روزی دادیم. و ما ظلمونا، ولی اونا میگه بر ما ظلم نکردن، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، ولی به نفسهای خود به خود ظلم کردن. چون همین شکر نعمات را به جای از اینکه شکر نعمات را به جا بیارن بازم سرکشی بیشتر، که البته تاریخ یهود در بایبل هم نشان دهنده از این مطلب است، در قرآن کریم هم هست که سرکشی زیاد کردن قوم بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب علیه السلام که 12 فرزند داشت اگر به خاطرتان باشد. پس اینا به خود ظلم کردن، به خدا ظلم کردن نمیتونن. آیه 58 و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، وقتی که بر شما ما گفتیم که شما به این قریه داخل شوید، وارد شوید. کجا بود؟ بیت المقدس بود یا فلسطین بود یا هر جایی که در این منطقه. فکلوا منها حيث شئتم رغدا، و بخورین از آن هر چیزی که میخواین وافر بخورین و بنوشین در حقیقت گوارا. و ادخل الباب سجدا، و شما در دروازه شهر وقتی که وارد شهر میشین باید سجدا، به این معنا که با تواضع وارد شوین، با خشوع و خضوع وارد همون سرزمین شوین که شما بر شما وعده داده شده یا شما مشتاقش بوده. و قولوا حتتون نغفر لكم خطاياكم، کلمه حته کلمه است که در ترجمه ها میبینید معنای مختلف شده، تعبیرهای خود مترجم بوده البته یا مفسر بوده. کلمه معلوم مشخص نیست که چی معنا میده، ولی از سیاق آیه پیداست که وقتی میفرماید که قولوا حتتون نغفر لكم خطاياكم، بسیار واضح و آشکار است که شما مغفرت کنان وارد شهر شوین تا
ما بیامرزیم گناهان شما را. یعنی کلمات بگوییم که مغفرت گویان وارد شهر شوین یا مغفرت طالب مغفرت باشین وارد شهر شوین، ما خطایان و گناه شما را میبخشیم. و سنزید المحسنین، و ما زیاد هم میکنیم اجر و پاداش کسایی که نیکو کار است. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ولی متاسفانه باز هم امی فرزندان یعقوب علیه السلام اینا باز هم به مو تخطی خود ادامه دادن، به مو سرکشی خود ادامه دادن، و به عوض از این که امو کلمه را به او شکل که قرآن کریم میگه که مغفرت گویا شما وارد شوین، او را تغییر دادن به یک شکل دیگه، شاید معنای دیگه بدن، شاید او را تضعیف بکنن، شاید او را به اهمیت نشان بدن، به هر شکلی که بودن. پس یک چیز دیگه، از یک کلمه دیگه که خواست خدا نبود از او استفاده میکردن. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، و برو کسایی که ظالم بودن و ظلم ورزیدن آفت از آسمان برشان پیدا شد یا آمد یا نازل شد. به مکان و یفسقون، به خاطر که اینا همو فسق و از ایمان فاصله گرفته بودن. که چی نوع آفت بود مهم نیست، یک آفت بود، یک تلفات بود، یک بدبختی بود که باران یا طوفان یا زلزله یا هر چیزی که بوده بوده که در اون موقع قرآن کریم زیاد توضیح دهیج نمیده در این مورد. و آیه بعدی آیه 60، و اذ استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر. موقعی را یاد بکنیم که حضرت موسی طلب آب کرد برای مردم خود. 12 قوم بنی اسرائیل است یا 12 فرزندان اولاده از یعقوب علیه السلام، اینا همراه موسی علیه السلام است در اون صحرای سینا، همه در حالت سرگردانی به سر میبرند. 40 سال است، یک از بیشتر از یک نسل. خب آب نبود در اونجا، باید چطور بکنن آب پیدا بکنن؟ معجزه از موسی علیه السلام یک شامه می بوده که اذ استسقا موسی لقومه، وقتی که طلب آب کرد موسی بر قوم خود، فقلنا پس ما گفتیم اضرب بعصاک الحجر، که با عصایت همو سنگ بکوبه، یک سنگ بوده که بکوبه. فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، که 12 چشمه از اون سنگ جاری شد، چون 12 قوم بود بنی اسرائیل، برای اینکه در بین خود باز جنگ و جدال هم نکنن، به هر قوم و قبیله یک چشمه آمد و جوی جاری شد و بتانن که از او آب مستفید شوند، هر قوم و هر قبیله از خود آب خاص خود داشته باشند. فانفجرت من اثنتا عشر عینا قد علم کل اناس مشربهم، که هر انسان یعنی پیروای همو هر اولاده هر قبیله تانستن که بتانن همو آبخور خود را به اصطلاح یا از اون جایی که استفاده بکنن اینا فهمیدن، درک کردن. کلوا و اشربوا من رزق الله، بخورین و بنوشین از رزق و روزی خداوند. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین کوشش نکنین که فساد پیشه بکنین. آیه 61، و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، و او موقعی را یاد بکنین، تماما یادآوری است که برای قوم بنی اسرائیل یا اولاده یعقوب علیه السلام تذکر داده میشه که شما به خاطر برین امو مراحل را که شما برای موسی گفتین، بر موسی علیه السلام، که ما دیگر حوصله ما سر آمد، ما دیگر صبر کرده نمیتونیم با یک قسم نان امی من و سلوا یا مواد شیرین و پرنده مثل کوک، باید دیگه ما کفایت کرده، خسته ما که دل ما را زده دیگه، اصلا صبر کرده نمیتونیم. فدع لنا ربک، بخوای بر ما از جانب ربت، بر موسی علیه السلام میگن، یخرج لنا مما تنبت الارض، که بر ما بیاره اون چیزایی را که از زمین میروه بر ما،
مثال می زنن من بقله ها مثل باقلیش و کثائه ها و بادرنگش و فوم ها و سیرش و عدس ها و عدس که لنتلز در انگلیسی میگن و بصل ها پیازش. یعنی از این چیزها برای ما زمین بره، ما دیگه خسته شدیم با این من و سلوا. قال موسی علیه السلام برشان میگه اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا تبدیل میکنین یا عوض میکنین او چیزی را که پایین تر است با او چیزی که بهتر است برای شما؟ چرا در او سرزمین شما در حالت سفر هستین، هنوز سرنوشتتون معلوم نیست، به جای موعود نرسیدین، شما نمیتونین کشت و کار بکنین در اونجا. خب باید به سفر ادامه بدین، برین رایتان را پیدا بکنین. او چیزی که برای شما منعیس نعمت برای شما رایگان و بدون زحمت بدست میه، او را میخواین که او را نمیخواین و میخواین یک چیز دیگه که از زمین برتان از سبزیجات و اینا برویه. ای بیتو مصرن فا این لکم ما سالتون، پس خداوند میفرمایه که پایین شوین برین به مصر. مصر میتونه که یک شهر باشه، منظور یک شهر است، به اون شهر که لازم هست یا براتون وعده داده شده برین، برین در اونجا و بر شما به دست میارین چیزی که شما تقاضا دارین. و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، و خواری و ذلت نسی آید حالشان شد و با او به غضب من الله و مورد قهر و غضب خدا قرار گرفتن. ذالک به انهم، بخاطر بود که کانو یک فرون آیات الله، که اینا تکفیر میکردن، چیز میکردن، آیات خدا را رد میکردن. یک فرون آیات الله یعنی آیات خدا را رد میکردن. و یقتلون النبیین بغیر الحق، و پیامبران را بدون بناحق میکشتن. این بسیار تخطی بود که بنی اسرائیل یا فرزندان یعقوب کردن در طول تاریخ، و بایبل هم شاهد است. حتی در امیجا یک مختصر همین مطلب را خدمت دوستا یاد بکنم که در انجیل متا هست، البته یاد میکنه باب 23 یا فصل 23ش هست، از حضرت عیسی یاد شده که اون آیات میکردن ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را کشتی و رسولان خدا را سنگسار کردی، چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم همان طوری که مرغ چوجه های خود را زیر بال خود میگیرد، اما تو نخواستی، و حال خانه شما برای شما ویران میماند. این را نیز به شما بگویم که دیگر مرا نخواهید دید تا وقتی که آماده باشید کسی را که خدا برای شما میفرستد بپذیرید. یک قصه حضرت موسی عیسی علیه السلام است که در انجیل آمده. بله، آیه 62 که از من بسیار زیاد شنیدین، بسیار زیاد شنیدین، و متاسفانه که امروز این آیه کاملا به فراموشی سپرده شده، کاملا از ذهن مردم اینا را کوشش کردن که بکشن. واعظین مبلغین، با تاسف امیدوار هستم که واعظین مبلغین محترم برگردن به این آیه و این آیات را که سرش سرپوش گذاشتن که مردم نفهمه، بر مردم برسانن تا واقعیت های دین بیشتر از پیش برملا شود. قرآن کریم در این آیه می فرماید ان الذين امنوا، مسلمان ها را مخاطب قرار میده که یعنی صحبت از مسلمان ها است، والذین هادوا، و او کسایی که یهودی هستند، و النصارى و مسیحی ها یا نصرانی ها، و صابئین و گروهی که پیروای حضرت داوود علیه السلام، من آمنه بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، که ما همیشه یاد کردیم که هر او کسی که، یعنی به این چهار گروهی را که تذکر داد که در قرن 7 در جزیره عرب مشهور و معلوم بود، حتی به می چهار گروه محدود نمیمانه، هر او کسی که به سه اصل باور داشته باشن، به خدا، یک خدا را هر قسم شناختن، برای خدا را کس ندیده، و به روز آخرت ایمان داشته باشن، که یک روزی است که از عمل کردشان در عمر کوتاه در اونجا پرسیده میشن، یعنی مسئولانه زندگی بکنن،
خرابی نکنن، کار خراب انجام ندن، کار خوب انجام بدن. و ضمناً و عمل صالحاً و عمل نیک انجام بدن. این سه شرط را هر کسی که به هر دیانتی که هست قبول داشته باشه کارش درست است. نظر با قرآن کریم، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر و پاداششان نزد پروردگارشان هست اگر این سه شرط را مراد بکنند. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف داشته باشند و نه ترس. هر کسی که هست، خب یاره ای آیه کاملا به باد فراموشی سپرده شده. چرا؟ برای یک متاسفانه برای مسلمان در یک چوکاتی که خود انسان ها ساختن خواستن ماندن و گفتن که ما مسلمان هستیم، دیگر را همه کافر است. و این ظلم بزرگ بوده که به دین اسلام، خیانت بزرگ بوده که به دین اسلام از قرنها پیش صورت گرفته تا امروز باقی است و مردم باید با حال بیا و رای خود از لابلای قرآن پیدا کنند تا لابلای انسان‌های متعصب. آیه 63ش، و اید اخذنا میثاقکم، وقتی که ما پیمان شما را گرفتیم، و رفعنا فوقکم الطور، و کوه طور را بلند کردیم سر شما. ببینید چی معنا میده و رفعنا لکم الطور، که باز در تفاصیل نوشته میکنه کوه طور سر شما خداوند بلند کرد و گفت که قبول بکنین، خذو ما تعیناکم به قوه، بگیرین و چیزی که ما براتان دادیم محکم بگیرین، وذکرو ما فیه لعلکم تتقون، و یاد بکنین هر اون چیزی که درش هست تا شما تقوا پیدا کنین. دیگر تفسیرها و تشریعات و قصه ها و افسانه ها زیاد آمده، در حالی که کلمه رفع بلند کردن معنای متفاوت داره. یعنی کوی تور بلند نکرد، خداوند کوی تور بلند کنه سر از اوها بزور سرشان به قبولانه. خب دین خیلی دیگه، دین وقتی که بزور بود همه چیز زیر سوال میره، همه چیز زیر سوال میره، قطعا نظر یک چیز نبوده. و رفعنا فوقکم الطور به این معناست که کوی تور را شاهد گردانیدیم. در حقیقت به این معنا در تعبیر و تفسیرهایی بیشتر محمد اسد میکنه می آید درش، یعنی کوی تور شاهد بوده که در اونجا شما ای شهادت ای تعهد را کردید، ای میثاق را بستید و ای پیمان را قبول کردید. و ای پیمان را که قبول کردید باید عملی بکنید. اونجاست که قرآن کریم یاد میکنه خذو ما تعیناکم به قوه، اون چیزی که براتان دادیم بگیرید، محکم بگیرید، ولی تعهد سپردید، شما وعده کردید که کار میکنید، پس باید عملی بکنید، انجام بدید، باید یعنی وفا بهند داشته باشید. ثم تولیتم، آیه 64، ثم تولیتم من بعد ذلك، بعد از او شما رو گشتاندید. پس از این، فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا عاید حالتان نمیشد، لکنتم من الخاسرین، بدون شک شما زیانکار می بودید. ببین بازم خداوند سرشون لطف میکنه، از مهربانی خود دریغ نمیکنه. ولقد علمتم الذين اعتدوا، آیه 65، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، و شما میدانین اونایی را که تجاوز کردن از شما در روز سبت. در روز سبت، روز شنبهشان بود که عبادت باید بکنن یهودی ها. در روز شنبه تا امروز یهودی های ارتدوکس تعطیل میکنن، کار نمیکنن، هیچ چیزی دیگه نمیکنه، فقط به عبادت خدا مصروف میشن. و یایه را یاد میکنن به خاطر یایه، به خاطر چی است؟ برای ازی که در تفاصیل یاد میکنن معقول به نظر میرسه، به او خاطر من یاد میکنم که اینا میرفتن، خود زندگی مردم با شکار و مسائل بود بیشتر، ماهیگیری و اینا، و در امون روز شنبه که اینا نباید کار بکنن، نباید چه کار بکنن، باید به عبادت بگذرانن، می دیدن که در دریا
ماهی بسیار زیاد است در امروز. شاید یک امتحان خداوندی دیگه بوده برای از اینا که در امتحان پیروز نشدن، ناکام ماندن. در امروز ماهی زیاد می بود و اینا دلش رو می شد. خب ماهی هست امروز، شاید سبا همی فرصت نباشد. و بعضا یاد میشه که اگر شکار هم نمی کردن، در روز کوش می کردن که آب در یک جای یک که چقدر درست است یا نیست والله اعلم، اما یک حوضای می کندن و آب در اونجا رد می کردن که ماهی در اونجا بره، ماهی را حبس می کردن، بر سبا شکار می کردن. در حقیقت شکار هم روز کرده بودن، برای دیگه ماهی دیگه رفته نمی دانست. یک تعبیر تفاصیل است، البته قرآن کریم یاد نمی کنن، گرچه که جای دیگه یاد می کنن پس آنها می آیم روش که میگن ماهی ها حتی روی آب می آمدن، دیده می شدن آب پاره کرده می آمدن، که اینا می دیدن که اون چیز زیاد است. به او خاطر شاید این تعبیر تعبیر معقول و درست و درست به نظر برسه. پس اونایی که در روز سبت تخطی کردن از روز سبت، فقلنا لهم، پس گفتیم برشان، کونو قردتن خاسئین، شما بوزینگان ذلیل باشید. و اینجا دیگه باز داستان ها و افسانه های بسیار زیاد متاسفانه در کتاب های تفسیر نوشته کردن که اینا به بوزینه تبدیل شدن و سه روز زنده بودن و بعد از او وفات کردن و برشان که نان می بردن در پای پاچه و پای مردم می خودم لوت می دادن از این مسئل. اینا دیگه خرافات است که واردش کردن. قرآن کریم رو یاد نمی کنه. منظوری جست که قردتن خاصین یعنی بوزینگان ذلیل، یعنی شما تجرید میشین از جامعه، برای که اونایی که پابند اصول هستن شما را دیگه بر شما اعتنایی ندارن، شما را از بین خود میکشن، یا او رقم یا به این معنا که یعنی یکی از خصوصیات بوزینه ها همیست که به هیچ چیز اکتفا نمی کنن، یعنی هنوز اشتیاشان هرچی بیشتر باشه خورده میرن و از این مسائل. شاید که یکی از نظرهای دیگه هم در تفاسیر هست، میگه مثل از او شما ذلیل هستید، مثل مو بوزینه ها، برای که شما نمیتونی یک روز به عبادت خدا مختص بسازین و دنبال تجارت و بزنس و اینایتان نرین. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها، پس اینا را ما یک پند و اندرز گردانیدیم برای کسایی که در امون نسل بودن یا بعد از اونا، و ما خلفها و موعظتن للمتقین، و پند و اندرز برای کسایی که متقین یا پرهیزکاران هستند. آیه 67، و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، که امی کلمه بقره که در آیه 67 سوره بقره آمده به خاطر امی مطلب است که از این آیه تا چند آیه یک قصه از گاو هست که گاوی که در بین بنی اسرائیل مطرح بوده در کلچرشان، که میایم قصهش مفصل در اینجا بیان کرده تا اندازه. پس همون کلمه بقره از امی آیه 67 سوره دوم گرفته شده. یاد کنین وقت را که موسی علیه السلام گفت برای قوم خود که خداوند امر میکنه به شما که یک گاو را قربانی بکنید. چرا؟ یک رسم و عادات بود در بین بنی اسرائیل که وقتی یک کسی کشته میشد و قاتل معلوم نمی بود، مقتول یک کسی کشته شده بیچاره بیگناه، قاتل معلوم نمی بود، خب قریه جات بود دیگه، سران قبیله یا سران امو قریه در رأس خود یک کس را داشتن، زندگی قبایلی بود مطلقا. پس چی میکردن؟ اینا میامدن یک گاو را قربانی میکردن و امی سران قبیله، رئیسای قبیله میامدن در بالای امو گاوی که قربانی شده دستای خود را میشوشتن، یعنی به این معنا که دستای ما پاک است از خون این بیگناهی که مقتول هست، یعنی کسایی که در قریه ما هست، در قبیله ما هست، اینا قاتل در بین ما نیست، بیمانا قاتل در بین ما نیست، و او را مسئولانه باید خود او رئیس قوم اعلام بکنه. قالو گفتند اتتخذنا هزوا، آیا ما را به مسخره میکنین به این معنا؟ قال اعوذ بالله من ان اکون من الجاهلین، موسی علیه السلام برشان میگه پناه به خداوند که من شما را
که من از جمله جاهلان باشم، یعنی شما را مسخره بکنم. یعنی امیر امی کار بکنن باید، ای که دو ای کستوم یا امی روش یا امی کلچر رواج داشت یا ایست که از امون دوران برد اینا داده شد. و الله علم قالو گفتن او دو لنا ربک، بخوای بر ما از جانب ربت یبین لنا ماهیه که چگونه، یعنی چگونه باید باشه، خصوصیات گوهر ما بوید. ببینید در اینجا قرآن کریم یاد کرد ان تذبحو بقره، که یک گاوره بکشن. هر گاوره که اینا میتانستن بکشن، هدفی بود که رؤسای قوم بیاید به صلح بشوین، بگوین ما قاتل در بین ما نیست، بس تمام است. اما ببینید که دنبال جزئیات رفتن که درس خوبی برای ما مسلمان ها هست، که ما مسلمان ها چقدر وارد جزئیات شدیم، غرق شدیم در این جزئیات. قرآن کریم که یاد میکنه که یک گاوره بکشید، اگر همون گاوره میکشن تمام بود، هیچ چیز دیگه مشکلی نبود. اما اینا گفتن چه قسم گاو باید باشه. قال گفت موسی علیه السلام که انه یقول انها بقره، یک گاوی است که لا فارد ولا بکر، نه پیر است نه جوان است، نه پیر است نه جوان، عوان بین ذلك، و در بین ازی دو، یعنی سن معتدل داره، میانه داره در حق. ففعلوا ما تؤمرون، شما اما چیزی که براتان امر شده انجام بدید. اما بازم یا اکتفا نکردن، کوش کردن بازم به جزئیات برن. قالو گفتند ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، برای ما از ربت بخوای که گاو رنگش چی نباید باشه. ببینید وارد جزئیات بیشتر و بیشتر میشه. قال موسی علیه السلام گفت انه، که خداوند میگه که یقول میفرمایه انها بقرتون صفرا، یک گاو زرد هست، فاقع اون لونها، که رنگ روشن داره، تسر و ناظرین، بیننده را خوش میسازه، شادی بر انسان میده. خداوند محدودیت بیشتره برشان داد. در اینجا یک گاو، هر گاوی که در اختیارشان میبود میکشتن، هدف برآورده شده بود. اما حال دیگه محدودیت خود از اینا چون وارد جزئیات میشن، که من اشاره کردم که ما هم به حد وارد جزیا کردیم. بارها از ما سوال کردن، دمی برنامه ما سوال کردن که خیدیت اگر نگوییم رکات های نماز چطور است، چند رکات نماز، چی بگوییم چی نگوییم، این کار بکنیم این کار بکنیم، یا فردن مسئله زکات چطور میشه، مسئله اینا چطور میشه، وارد جزیات. ما برای خود مشکلات خلق میکنیم. در حال قرآن کریم میگه نماز بگذارین، نماز بگذارین، خدایتان یاد بکنین، دست خود کجا بسته کنیم، پای خود چقدر دور باریم، نزدیک باریم، زیر ناب دست خود بسته کنیم، بالای ناب باشه. ببینید اینا تمامش وارد جزئیاتش انسان رفته، دست ما باز باشه بسته باشه، اینا جزئیات است که مسلم انسان ها را غرق میکنن. برای از اینکه از حکم خدا تخطی میکنن وارد از این میشن، بنام از اینکه فقه و فقیه ها وارد شدن و چیزهایی گفتن و انسان های دیگر هم کرد خود غرق کردن. البته انسان های شریف فقیه ها انسان های شریفی بودن، اما دنبال روشان بسیار کارهای خراب اونها کردن، مردم دنبال نخود سیاه روان کردن. آیه 70 چی میگه؟ قال و دعا لنا ربک یبین لنا ماهیه، و بازم اکتفا نکردن بمی. گفت پیر جوان مسن و سال گام مشخص شد، رنگش هم مشخص شد، هنوزم دنبال جزئیات بیشتر میگردن که چیگونه باید باشه. ان البقره تشابه علینا، که تقریبا ما یعنی یافتیم و گاوه، یعنی ما پیدا کردیم هم چوی گاوه، اما بیشتر میخواییم یک درک مشخصتر باشه. و اینا انشاءالله لمهتدون، و بدون شک ما اگر خواست خدا باشه راهیاب خواهیم بود. قال گفت موسی علیه السلام انه، یقول که خداوند میفرماید انها بقرتون لا ذلولون، یک گاوست که لا ذلولون تسیر الارض، یک گاوست که ذلت ازیر نکشیده که برای زمین قلبه بکنه، یعنی گاو نیست که قلبه کرده باشه. ولا تسق الحرسه، وی ذلت را نکشیده که برای آب بکشه از چابر
امو زمین آبیاری بکنن. این کار را نکردن. چرا؟ گاوا را بس نمی کردن از چاهای عمیق چای که می کندن تا بتانن که آب گاوا دور می خورد و آب می کشید و زمین آبیاری می کردن به این عنوان. یعنی نو ذلت قلبه را کشیده، نو ذلت آبیاری را کشیده. ببینید محدودتر شد برشان. مسلمتون لاشیت فیها، گاو سالمی هست و یه داغ و عیب نداره، کاملا مشخصه. قالوا الان جئت بالحق، اونا وقت است که اینا گفتن که بله حالا حق واضح شد، آشکار آمد، آمدی آوردی حقیقت به ما. فذبحوها، او را کشتن، هم گاو یافتن همچون مشخصاته. و ما کادو یفعلون، و نزدیک بود که نکنن این کارا. یعنی قدر وارد جزئیات شدن که اگر جزئیات بیشتر نگاه می‌خواستن شاید یک تعدادشون گفت ما را تیر بابا اصلا نزدیک. قدر جزئیات بیشتر برشان، خودشان وارد جزئیات شد، خداوندان محدودیت بیشتر برشان ایجاد کرد. و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها، قرآن کریم یاد میکنه که شما وقتی یک انسان را میکشین، وقتی یک انسان مقتول هست، یک انسان را کشتن به خاطر قتل مطلب یاد شد، فدارعتم فیا، و شما مسئولیت چه سر یکی دیگه تان مندازین، اتهام متهم میسازین یک قوم دیگه را در بین از او قوم بوده، در بین از این قوم بوده. یعنی حقایق را میپوشانید. والله مخرج ما کنتم تکتمون، ولی خداوند بیرون میاره او چیزی را که شما پنهان میکنید. و آیه 73، فقل ندربوه به بعدها، اینجا باز هم افسانه های بیشمار یاد شده. می آیه آخر است که امروز میخوانیم که قرآن کریم یاد میکنه که ما برشان گفتیم. ببینید لفظا همین معنا را میده. فقلنا، گفتیم ادربوه، بزنید او را به بعدها با بعضی از او، یعنی به این معنا که یک گاوه که کشتین یک قسمت گاوه بگیرین و بدن مقتول بزنین و او زنده میشه و میگه که قاتل مکی بود. یک افسانه است، یک افسانه است که ساختن در تفاصیل هم آوردن، در ویدیو هم صحبت میشه، در کلیپ هم صحبت میشه. یک افسانه بیش نیست. این چیزایی است که نه قرآن تایید میکنن نه عقل انسانی را تایید میکنن که یک گاو را بکشن، گوشت را در وجود یک انسان دیگه بزنن، بازو زنده شود، بازو بوه که بلی مرا فلانی بچه فلانی کشت از کدام قریه بس بمیره. اصلا خنده دار است، بسیار خنده دار است. محمد اسد اینه تو توضیح میده که اصلا میگه نظر گرامری هم غلط است، برای که وارد جزئیاتش نمیشیم، ضرورت برش نیست. از نظر گرامری هم درست نیست، زمیره که استفاده شده زمیره درست نیست، به او شکل که اونا تعبیر میکنن، مردم تعبیر میکنن، تفاوت مفسرین تفسیر میکنن. اما محمد اسد اینه میگه که این به این معناست که همین شیوه را که شما دارین، همین شیوه را به کار ببرین. همین که سران قوم وقتی قتل ایجاد میشه، سران قوم میاین و گاو را قربانی میکنن و دستای خود میشن که قاتل در بین ما نیست. میگه همین شیوه را شما در بعض قتل هایی که قاتل در قتل معلوم نیست، شما همین شیوه را به کار ببرین تا معلوم شده که خب پس قاتل در کجا هست. که گفتم رئیس ها، رؤسای قبیله ها مسئولانه این کار میکنن. دیگر اگر پیدا شد خب عزیز دیگر در بینشان قاتل در بینشان باشه و ای بگویه، پیش خدا ملامت است و پیش قوم و پیش مردم هم. کذالک یحیی الله الموتا، اینجوری خداوند مرده زنده میگرداند مرده ها را. و یوریکم آیاتی لعلکم تعقلون، و آیات خدا بر شما نشان میده تا شما عاقلانه فکر بکنید. که البته این که یاد میکنه که مرده ها را زنده میگردانه، خب به این معنا تعبیر که شده که یعنی وقتی یعنی رئیس های قوم دستای خودم میشوین و مسئولانم میگن که ما در بین ما نیست، خب مردم یعنی قتل شاید در آینده آیسته صورت نگیره، کمتر صورت بگیره، برای اینکه رئیس های قوم مسئولیت دارن تا بتانن این را ابراز بکنن، ابلاغ بکنن که در بین ما نیست. اگر در بینشان باشه باید ابلاغ بکنن، مقتول باید به جزای خود برسه، قاتل باید به جزای خود برسه. پس در اون صورت یعنی میتونه که جلوه
امی خونریزی ها گرفته شود. و سلام علی من اتبع الهدی.